سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ امشب امروز اینجا میخوایم به این بپردازیم که آقا اصلاح رنگ و رنگامیزی روی حالا هر پلانی که دارین، هر فیلمی که دارین، هر موزیک ویدئویی که دارین و هر چیزی که دارین چه معنا و چه مفهوم و اصلا به چه دلیل این رنگیه و اون رنگیه. خب بریم ببینیم که چیه داستان. حالا جدا از این که توضیح شاید خیلی کوتاه راجع به ادیتش بدم، ولی بیشتر میخوایم راجع به این بپردازیم که چه اصلاح رنگی داره و چرا این اصلاح رنگو داره و بریم ببینیم که چی میشه. خب اینترو کار اینطوری شروع میشه که ببینیم. اینترو کار دو تا پلانه که روی هم حالا از تصویر تار یا ستار و حالا با موسیقی که میخواد شروع بشه، من تصویر اول رو خاموش میکنم و میبینی که تصویر این یک تصویر خامه، یعنی تصویری که زیر اینه اینه و این یک تصویر خامه، هیچی اصلاح رنگ نداره تو بیسیک کار کارکشنش هیچی و این با یک پلان اومده هم اصلاح رنگ شده، هم فلسفه اومده پشتش و حالا هم اینترو کار ساخته. چجوری حالا اومدیم ما یک پلان دیگر رو انداختیم روی این؟ من پلان زیرو رو خاموش میکنم، پلان رو میارم و این یک تصویر از دوربین دوم یا یک صحنه دیگه اصلا کلن هیچ فرقی نمیکنه. یه جای دیگه است ببینیم که پلان اینه. حالا اگر من این دوتا تصویر رو اومدم انداختم روی هم و اینجا اومدم بلندینگ مودش رو گذاشتم روی کالر، چه اتفاقی میافته وقتی که من این تصویر روشن کنم؟ ما دو تا تصویر ادغام شده با هم داریم که داره اون نقش و اون صحنه اون پلان رو به تصویر میکشه به یک حالتی که تصویر زیر یک جورایی بلک اند وایت شده و تصویر بالا حالا با یک رنگ نارنجی طوری خیلی محو روی داستان اومده و اینترو کار رو ساخته و پلان اول هم همین. حالا این تو یک نسته، من نسو باز میکنم، این هم دوتا پلانه که تصویر زیر اینه، تصویر رو هم این بوده که این دوتا در اقدام هم ادغام شدن این تصویر. ببینین به همین راحتی. حالا من پلی میکنم، اینا آماده شدن اینترو کار و حالا این تصویر آخرم به همین چنین. من برای اصلاح رنگ این کار 1, 2, 3, 4, 5 تا اجاست رنگی مختلف استفاده کردم. من اجاستامو فعلا خاموش میکنم تا ما ببینیم که اصلا چی بوده داستانی زیر. اینجا تصویر سیاه، 3 تا پلان و موسیقی. خب بذار اول توضیح بدم که اصلا داستان این کلیپ چیه. برند دورسا اومده بود یک سری رویدادهایی گذاشته بود که زنان کارآفرین شهر مشهد رو اومده بود دور هم جمع کرده بود، حالا با هم صحبت میکردن و حالا هر کسی راجع به کار خودش، بیزنس خودش و هر چیزی که داشت صحبت میکرد و حالا ما رفته بودیم اونجا به عنوان اسپانسر شرکت ماموت و تصویر برداریش خودم انجام دادم، اصلاح رنگش خودم زدم، تدوینش خودم زدم. تصویرهایی که ما گرفتیم اونجا همش تصویر رونیم بوده و حالا یک دونه میکروفون رود هم بالا داشتیم که همزمان بتونیم صدا رو هم بگیریم. حالا چیزی که برای برند دورسا مهمه چی میتونه باشه؟ اصلا چرا میاد همچین رویدادی برگزار میکنه؟ اصلا دورسا کار چرم میکنه؟ اصلا چه به کارآفرین؟ چرا؟ دلیلش خب قطعا شناخته شدن بیشتر دورسا تو فضای مجازی، توی سوشال، توی هر جایی که حالا اسم دورسا هست و هر چیز دیگه که هست. حالا ما تصویرایی که داریم یک سری کاراکترن، یعنی کاراکتر محور دیگه. ببین ما اینجا یک تصویر یه خانومی رو داریم، اینا هم یک تصویر خانومه و اینجا همش کاراکتر بیسه، یعنی ما تقریبا توی تمام تصویر به غیر از تصویرای دیتیل که حالا جزئیات و حواشی رویدادشونه، ما یک سری تصویر کاراکتر محور داریم که خب خیلی هم
واضحه که یه کاراکتری تو صحنه است و داره یک صحبتی رو میکنه که حالا مثلا اینجا ترکیب شده با صداهاشون این سری. حالا چیزی که برای دورسا مهمه محصولات دورسا و خود برند دورساست. حالا نقش اصلاح رنگ اینجا خیلی مهمه. چرا؟ با یکم دقت به جزئیات میتونیم خیلی 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 این چیزی که دورسا و برندش میخواد از این رویداد رو بهش برسونیم. چجوری؟ داستان از این قراره که خب وقتی ما توی همه تصویرامون کاراکتر داریم قطعا کاراکتر دیده میشه. خب حالا این کاراکترها پشت یک سری از محصولات دورسا، یعنی این که به حال توی خود دورسا برگزار شده و ببین به هر صورت شما اجزای محصولات دورسا رو تو بک‌گراند‌های مختلف این پلانا میتونیم ببینیم. حالا هر چیزی میتونه باشه، بعضی موقعام شاید نبینیم، ممکنه چه مثلا اینجا آدم باشه، ممکنه مثلا اینجا باشه، ولی در هر صورت تو اغلب جاها ما این محصولات دورسا رو میایم میبینیم. مثلا ببینیم مثلا این داریم همین محصولات. حالا کاری که ما تو اصلاح رنگ اومدیم انجام دادیم استفاده از 5 تا اجزا برای نشون دادن این محصولاته. چجوری؟ من یکی یکی این اجزا رو روشن میکنم و میگم چیکار کردم و در آخر ببینیم که نهایی داستان چی شده. من از این پلان شروع میکنم. این پلان یک پلان کاراکتر محور، یعنی سوژه در فورگراند ما هست و بک‌گراند ما محصولات دورساست و این تصویر خامه، یعنی هیچ اصلاح رنگی نداره و این تصویری که دوربین ما ضبط کرده. حالا من اومدم یک اجاست اول اضافه کردم که اینو روشن کنم. اومدم یک سری تغییرات توی بیسیک کار کارکشن هم دادم و حالا بر اساس چیزی که لازم داشتم اومدم رنگ و کنتراست و هایلایت هم و شادو هم و با توجه به لومتری اسکوپ درست کردم. بچه ببینید خیلی لومتری اسکوپ مهمه. دانش فنی لومتری اسکوپ به شما کمک میکنه که اون چیزی رو ببینین که خیلی از کالر آرتیست هایی که مثلا میگن با چشم میزنیم مثلا اینا رو یا هر چیزی مثلا به اینا اعتقادی نداریم یا هر چیزی که هست، اون دانش شما رو نسبت به رنگ تو تصویر خیلی بالاتر میبره. حالا من اومدم با توجه به لومتری اسکوپ یک سری تغییرات توی رنگ و نورم انجام دادم و تغییراتم شده این، یعنی یک مقدارک اومدم نورا رو لایت تر کردم، یک مقدارک رنگا رو درست تر کردم و هنوز فقط یک رنگ و نور ساده رو من اصلاح کردم، هنوز وارد رنگ نشدم. روی ادجاست دومم کلیک میکنم و چشمشو برمیدارم. چه اتفاقی افتاد؟ میام اینجا توی لومتری کالر کارکشن روی شادوها. ببین اینجا من اومدم یک فضای تم سبز، یک چیزی بین تم سبز و زرد ایجاد کردم. چرا این کار کردم؟ چون این تم جزی از فضای رنگی برند دورساست و این خیلی نامحسوسه، یعنی شما اصلا متوجه این نمیشه. حالا از اینجای ادجاست، یعنی این دو تا ادجاست اگه بکنیم، من میرم ادجاست بالای بالا که روشنش کنم. اینجا چی دارم؟ توی لومتری کالر اومدم چیکار کردم؟ غلظت رنگ تصویرم رفت بالاتر، سچوریشن از 100 تغییر کرد به 124. حالا چرا این کارا رو کردم و ما چرا اون ادجاستا رو از بالا به پایین اومدیم و چپ و راستشون کردیم؟ به خاطر وجود این ادجاست. من این رو هم روشن میکنم و بوم، بزن اول بگم توی این ادجاست چه اتفاق افتاده. من اینجا اومدم توی لومتری کالرم و سچوریشن این رو از حالا 100 یا هر عددی که بوده، که خب دیفالت 100 دیگه، آوردم روی 0. تصویر شده سیاه‌سفید. حالا اومدم این تصویر سیاه‌سفید رو با توجه به ماسک، ببین با توجه به ماسک اومدم یه ماسک کردم که وسط سوژه ها، یعنی کاراکتر ها یا کلن وسط تصویر من سیاه‌سفید شده. حالا این چرا اومدیم ما همچین کاری کردیم؟ اولا اینکه اومدیم حالا یک دایره ای رو ما اینجا ساختیم از اول، یک سری ماسک انجام دادیم، فدرش رو کم و زیاد کردیم و در نهایت به این رسیدیم. حالا چی میشه؟ با توجه به ادجاست‌های دیگه من هم اومدم رنگ و نورم رو درست کردم، هم اومدم
غلظت رنگامو درست کردم، هم اومدم توناژ رنگی دورسا که میشه سبز و زرد رو اضافه کردم. به کجا؟ به دور تصویرم. چرا به دور تصویرم؟ به خاطر اینکه دور تصویر من و یا بک‌گراند تصویر من محصولات دورسا است. سوژه ها تقریبا به خاطر وجود صحبت کردنشون خیلی بیشتر تو چشمانی کاملا دیده میشن. خب اما چیزی که بهش ممکنه توجه نشه اون بک‌گراندای ریزیه که توی تصویرها هست و میشه محصولات دورسا. و مثلا توی این تصویر خیلی راحته. ببین تو داری سوژه رو بزن اول پلانو ببینیم و هیچه اون نداشتم اینکه بخوام کاری رو انجام بدم. بعد رفتم سمت موسیقی. ببین اینجا کاراکتر تو داره صحبت میکنه. خب اما چیزی که حواست تو رو اگر این اصطلاح رنگ نباشه پرت میکنه سوژه و صحبت باشه. حالا کاری که به عنوان کالر آرتیست باید انجام بده اینه که هم حواس مخاطب رو ببری به سمت صحبت های سوژه و هم حواس مخاطب رو برای دورسا و مشتری های دورسا و جایی که این ویدیو میخواد پلی بشه ببری به سمت محصولات دورسا، محصولات اون به اصطلاح برند. حالا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا ببین بخاطر اینکه تو سوژه رو داری میبینی و وسط تصویر سیاه‌سفیده، خب تو سوژه رو در هر صورت میبینی. خب اون توناژ رنگ زرد و رنگ سبزی که ما تو ادجاست اینجا دادیم روی این دیوار، روی این حاله و روی اینجاها افتاده. خب پس تو تم رنگی و سبک ویدیو تو حفظ کرد. اما چیزی که اینجا خیلی داره برق میزنه این کیف دورساست. این کیف دورسا داره میگه آقا منم هستم، اگر من اینا رو خاموش کنم و هیچ چیزی براش نذارم ببین تصویر همه جوره واضح. خب ولی اینجا با روشن کردن ادجاستا تم رنگی کاراکتر و اون محصولات دورسا رو داری میبینی. خب من میرم یه پلان دیگه. خیلی آسونه ببین با ترکیب این ادجاستا و اینکه جدا کردن و تفکیک کردن اینکه آقا یک ادجاست رنگ و نورمه، یک ادجاست اومدم ماسک کردم تصویر سچوریشنم و ادجاست های دیگه اومدم تم رنگیمو بهش دادم. و ببین تو این تصویرم همینطوریه، تو کاراکتر رو داری میبینی اما چیزی که داره نشون میده واضح دور تصویر توه که اون رنگ و اون فضای چیدمانی برند دورسا رو داره به چشم میکشه. تو تصویرهای دیتیل هم همینطوریه، یعنی اومده اون سبک رو نگه داشته، اونو رعایت کرده ولی اصلاح رنگ دستی بهش نخورده. و در نهایت تصویر آخر کاراکترها رو میبینیم، پالت رنگ سبز و زرد رو میبینیم و بوفه دورسا رو هم به درستی و واضح ترین حالت داریم میبینیم. و با همین جزئیات اصلاح رنگ خیلی میتونه کمک کنه به اون فضایی که ما میخوایم بسازیم. ما یک فضایی تو ذهنمون داریم، اون فضا تشکیل شده از یک سری رنگه. ما هم هر چیزی رو میتونیم تصور کنیم با یک سری رنگ. اگر ما یک غروبی رو تصور میکنیم کنار دریا و این میگیم که خب خیلی خوبه بریم یه جوجی هم بزنیم، این تشکیل شده از یک حس رنگی آبی، نارنجی و حالا اون رنگ دریا و اون رنگ غروبه. و کلن رنگ میتونه فلسفه همه چی رو عوض کنه و اصلاح رنگ توی ویدیوها چه تیزه چه هر چیز دیگه ای خیلی مهمه. خب مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. امیدوارم که اصلاح رنگ های بهتری بزنین. امیدوارم که به لومیتری اسکوپ توجه کنین. امیدوارم که رنگاتونو تفکیک کنیم با ادجاستا و امیدوارم که بتونیم مفهوم های برندینگ رو خیلی بهتر، خیلی ساده تر با اصلاح رنگ تدوین خوب همه چیش بکنه. خب اگه شما یک تدوین خوب داشته باشین ولی یک اصلاح رنگ افتضاح داشته باشین ادیت و تدوینتون هم بد میشه و اون اصلاح رنگ یک کار نهایی و مهر نهایی رو میزنه و میگه بفهم این کار خوب. خب دمتون گرم که در اینجا ویدیو همراه من بودین. سابسکرایب و لایک و زنگوله رو یادتون نشه. تا یه ویدیو دیگه میبینمتون.